بیننده و شنونده یکی دیگر از برنامه نینا هستید. آرزو می کنم در هر کجای دنیا که هستید شاد و سربلند باشید. نینا علاوه بر شبکه‌های اجتماعی از شبکه تلویزیون کانال یک هر سه شنبه رأس ساعت 5:30 عصر به وقت تهران پخش میشه. همچنین برنامه‌های نینا رو میتونید از طریق رادیو روی طول موج کوتاه ردیف 5885 کیلوهرتز روزهای جمعه رأس ساعت 9 شب به وقت تهران بشنوید. تجربه زندگی اقشار مختلف جامعه، داستان گرانی، تورم، فلاکت و فقر و اوضاع اسفبار اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده به مردم ایران است. داستان گرسنگی، داستان بیابی، گرد و غبار، ویرانی، عدم امنیت و عدم آسایش است. اما فصل بعدی و اصلی این داستان، داستان مبارزه، اعتراض و اعتصاب مردم جان به لب رسیده است که بیش از این نمیخواهد این وضعیت، این رژیم و این زندگی فلاکتبار را تحمل کند. داستان مبارزاتی است که روزانه در هر گوشه و کناری در این کشور و 40 سال است که در جریان و چنگ در گلوی اژدهای سرمایه و رژیم حامی سرمایه‌داری در ایران انداخته و امید به یک دنیای بهتر رو نوید میده. در نگاهی دیگر به تحولات امروز ایران، امروز سعد حسینی از رهبری حزب حکمتی است خط رسمی با ماست. سعد حسینی، ضمن خوش آمدگویی به شما میخوام با این سوال از شما شروع کنم. شاخصهای اعتراضات و اعتصابات در این دوره در ایران چی هستش؟ با سلام به شما بینندگان رادیو نینا، تو مقدمه ای که نشون دادید من فکر کنم شاخصهای اصلی این دوره از اعتراضات، یکیش به طور واقعی گسترش دامنه دار بودن و روز اعتراضات، اعتصابات و مبارزاتی است که حداقل به طول حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داشته. تو این دوره ادامه کاری، به اصطلاح مرعوب نشدن و یه قدرت از پایینه که عموماً داره خودش نشون میده، قدرتی که بخش‌های مختلف جامعه از کارگر و معلم و رفتگر گرفته تا بخش‌های و اقشار مختلف جامعه از کارگران فصلی، بازنشسته ها، همه در میدانن، اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن و هر روزه و هر روزه بخش‌های از شهرهای بزرگ و زیر پای حاکمیت دارن داغ میکنن. شاخص دیگه‌ای که میشه روش تأکید کرد، شاید نکته‌وار بشه، چون شاخصایی که تو این دوره مخصوصا توی چند سال اخیر داره خودشون نشون میده، شاخص‌های مهمی هستن. روز یه طبقه کارگری که رادیکال، رهبران رادیکال سوسیالیست داره و به نمادی از مبارزه، به نمادی از به اصطلاح اعتصاب و اعتراض تبدیل شده. جامعه این طبقه رو، رهبرانش رو به عنوان نمایندگان خود، به عنوان شخصیت‌هایی که تو دوره‌های مختلفی تو بزنگاه‌های به اصطلاح سیاسی توی ایران در تقابل با حاکمیت خودشون نشون داده، رادیکال سوسیالیست و خواست‌های برابری طلبانه رو مطرح میکنه و برنامه داره براش، آلترناتیو داره براش. بخش دیگه از جامعه، وقت شاخص دیگه از اعتراضات اخیر، من فکر کنم که عروج یه تحرک از طرف معلمانه که سازمانده و سازماندار هستن، یعنی اتکا به انجمن شورای هماهنگی انجمن صنفی و به اصطلاح اتکا به خرد جمعی و اتکا به پایین خودشون هستن که عروج میکنه، اعتراض میکنه و تو سطح سراسری داره خودشون نشون میده. خواستهای مشخصی داره و بخشی از خواستها خواستهای جامعه هستش که به معیشت و گرانی و برابری و آزادی و رفاه مربوط میشه. تا اونجایی که به شاخص دیگه از به اوضاع و احوال کنونی
وجود آلترناتیوها و در تقابل با هم این آلترناتیوها هستش که من فکر کنم با عروج یه چپگرایی، با عروج خاص و مطالبات عمیقی که از بطن جامعه، از پایین جامعه داره شروع میشه و عموما چپ هستن، چپی هستن و سوسیالیست ها در رأس اونا هستن، این بخش از جامعه من فکر کنم با یه آلترناتیو، با به اصطلاح متکی شدن به خرد جمعی، با متکی شدن به شوراهاشون، با متکی شدن به دخالت جمعیشون و به اصطلاح دخالتی که از پایین داره شروع میشه، شاخص دیگه‌ایه که جامعه رو حول خودش قطبی کرده و یه بخش مهمی از اعتراضات و اعتصابات و تعرض پایین جامعه رو داره سازمان میده. من فکر میکنم شاخص مهمترین شاخص رو من فکر کنم اگر روش تأکید بکنم که آلترناتیو های مختلف توی جامعه که چپ و راست دارن سعی میکنن تعرض از پایین و تعرض طبقه کارگر و تعرض معلمان و خواست آزادی خانه و برابری طلبانه رو به تو چارچوب خودشون شکل بدن. این چپ جامعه، سوسیالیست های جامعه و حزب ما به نوعی حزب کمونیستی که در رأس تعرض چپ قرار داره، براش برنامه داره، براش آلترناتیو داره، براش به سا آلترناتیو کنگره سراسه شوراها رو تدوین کرده که در تقابل و برای آینده سیاسی و برای اینکه قدرتگیری رو در بطن بر متن اوضاع جامعه موضوعیت ببخشه، براش برنامه داشته باشه، در رأسش قرار داره. من فکر میکنم راست جامعه هم حتما تلاش میکنه که این تعرض از پایین و با برنامهش زیر هژمونی خودش قرار بده. چقدر ممکنه؟ من فکر میکنم ممکن نیست. خواست جامعه، خواست چپی، خواست برابری طلبانه، خواستی مطالباتیه که راست جامعه تو دورهای مختلف نتونسته برایش جوابی داشته باشه. امتحان خودش رو برای جامعه پس داده. تو دورهای مختلف جناحهای مختلف بورژوازی جوابای خودشون رو داشتن و راست پروغربان تو این دوره خواسته که رنگ بزنه به این اعتراض. من فکر کنم نمیتونه چون جامعه تجربه بدی از این جناح از سلطنت گرفته، از آخوند و معمم گرفته، تجربه بدی داره و نمیخواد دوباره زیر هژمونی چون این اوضاعی قرار بگیره. من فکر کنم شاخص دیگه‌ای که روش تأکید آدم باید داشته باشه اینه که با اینکه جامعه چپه، با اینکه خاص مطالبات چپه و با اینکه خواسته سوسیالیستی و برابری طلبانه از بطن و عمق جامعه داره شروع میشه و ولی اتوماتیک این به معنی قدرتگیری سوسیالیسم به عنوان قدرتگیری حکومت شوراها نیست. در رأس این و در برای به پیروزی رساندن این خواست و مطالبه به این نقش رو باید کمونیست ها، باید سوسیالیست ها و باید یه حزبی که برنامه داره، یه حزبی که در قدم به قدم این اعتراضات و در قدم به قدم این مبارزات وجود داره، برایش نقشه میکشه، آلترناتیو داره و در بزنگاه مختلفی تونسته عروج بکنه و طبقه کارگر و کمونیسم و سوسیالیسم و خواست برابری طلبانی رو در رأس کارش، در رأس برنامهش داشته باشه، برایش برنامه داشته باشه و برایش نقشه بکشه و در رأس چنین کار عظیمی قرار بگیره. من فکر کنم این که جمهوری اسلامی نمیتونه بمونه، این که جمهوری اسلامی از نظر جامعه رژیمیه که باید بره، این خواستیه که مشخصه، ولی این که چه حاکمیتی و چه آلترناتیوی داره جای اینو میگیره مهمترین مسئلهیه که توی تقابل راست و چپ جامعه داره موضوعیت پیدا میکنه، داره جامعه دوباره شخم میخوره و در رأس این شخم خوردنها و در رأس این تعرض من فکر کنم یک کمونیسم قوی، یه جنبش سوسیالیستی که طبقه کارگر با رهبران روشنبینش، با رهبران محیط کارش که
توی بطن، توی متنش یه شرایطی به وجود اومدن، توی زیر ضرب حاکمیتی که با قدرت سرکوبشون کرده و تونستن این مسیرها رو رد بکنن، یاد گرفتن که چطوری سرکوب رو به اصطلاح دور بزن، یاد گرفتن که چطوری ادامه کاری رهبری رو بعد از هر سرکوبی به اصطلاح به دست بگیرن، یاد گرفتن که بعد از هر دستگیری و زندان یکی از رهبران کارگری و فعالین عرصه‌های مختلف، ده ها و صدها نفر از فعالین برجسته، از شخصیت هایی که داره وارد میدون میشن و مرعوب نمیشن و جامعه رو به اصطلاح توی به زنگاه ها توی پیچیدگی‌هایی که وجود داره رد میکنن. من فکر کنم اینا شاخص های مهمی بودن که من فکر کنم روشون باید تأکید داشته باشن. حتما شما به عروج چپ و کمونیسم در جامعه اشاره کردید و اینکه جامعه حول خواسته های طبقه کارگر، حول مطالبات طبقه کارگر پولاریزه شده. به جدال آلترناتیوها توی جامعه اشاره کردی، به اینکه چپ و راست هر کدوم به نقش رهبران کارگری و فعالین جنبش‌های اجتماعی اشاره کردید. اما ما طی چند روز گذشته شاهد اعتصاب و اعتراض بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف ایران بودیم. اگرچه اعتصاب بازاریان و کسبه به مبارزات و خواست و مطالبات طبقه کارگر و قشر زحمتکش جامعه ربطی نداره و در واقع این طبقه در دنیای متفاوت با ما، یعنی طبقه کارگر، زندگی میکنه، اما چرا موضوع اعتصاب و اعتراض بازاریان مهمه و شما اهمیتی اونو در چی میبینید؟ فکر میکنم تا اونجایی که به خواست مطالبه بازاریان برمیگرده ممکنه، اما من فکر میکنم که ربطی به خواست مطالبات کارگری و جامعه‌ای که رفاه و آسایشی و برابری میخواد نداره. ولی تا اونجایی که به این برمیگرده که حتی این بازاریانی که پایه یکی از پایه‌های اجتماعی به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و یکی از پایه‌های اجتماعی حاکمیت هستن، وقتی اینا ناامید میشن و اعتراض میکنن و به اصطلاح جمهوری اسلامی که اینا یکی از نیروهایی بودن که به قدرت رسوندن توی دوره جنگ، حاجی های بازاری مردم رو قانع کردن که به جبهه برن، مردم رو به اصطلاح تلاش کردن که در مقاطع مختلفی از جمهوری اسلامی دفاع کردن و کلن به اصطلاح پشت جمهوری اسلامی همیشه بودن. ولی تو این دوره حتی این بخش از جامعه هم دچار بحران شده، دچار به اصطلاح مشکل معیشتی شده، دچار مشکل این شده که به اصطلاح بخشی از درآمدش رو داره از دست میده و این ناامیدی رو داره به عنوان اعتراض نسبت به جمهوری اسلامی نشون میده. این به معنی اینه که جمهوری اسلامی یه بحران دیگه یه بهش منتقل میشه و یه بخشی از پایه اجتماعیشو داره از دست میده. از این نظرم فکر میکنم تأثیر داره توی توازن قوایی که توی جامعه به وجود اومده، توی توازن قوایی که جمهوری اسلامی یکی از پایه هاشو از دست میده و قدرتشو به همین مناسبت، من در تقابل با سرکوب، در تقابل با به اصطلاح اینکه دوباره خودشو توجیه بکنه، مقاومت بکنه، در تقابل با تعرض‌هایی که جامعه از پایین شروع کرده، طبقه کارگر، معلمین و اقشار مختلفی شروع کردن، فکر میکنم از این نظر به منفعت توازن قوا و تناسب قوایی است که توی جامعه نسبت به پایین جامعه، نسبت به تعرض جامعه، نسبت به قدرتگیری تعرض‌هایی که داره زنجیروار و سلسله‌وار هر روزه داره انجام میشه، به این نسبت من فکر کنم که جمهوری با یه جمهوری اسلامی ضعیف شده تری جامعه طرف میشه، طبقه کارگر و اقشار مختلفی که هر روزه دارن اعتراض میکنن، فکر کنم با یه جمهوری اسلامی که یکی از پایه‌های اجتماعی شو از ناامید شده، ازش دفاع کرده، از این نظر من فکر کنم حتما تأثیر داره نسبت به ادامه کاری جمهوری اسلامی، نسبت به این که بحران‌هاشو عمیق‌تر بکنه، نسبت به این که
فاز جدیدی از مبارزه و اعتراض با یه تناسب‌های بهتری نسبت به پایین جامعه، با یه قدرت بیشتری از پایین جامعه و از طرف اقشار مختلف جامعه روبرو خواهیشون. از این نظر من فکر می‌کنم اهمیت داره. وقتی که بازار از جمهوری اسلامی ناامید میشه، وقتی که بازار و بازاریان فکر میکنن دیگه حتی این حاکمیت نمیتونه اونا رو تأمین بکنه، نمیتونه آینده اقتصادی و سیاسیشون رو تأمین بکنه، این پایه رو از دست میده و بر همین مبنا جامعه آتی جمهوری اسلامی رو خواهید داشت که یکی از پایه‌هاش رو از دست داد، ضعیف‌تر شده. در تقابل‌های بعدی من فکر کنم در برابر تعرض جامعه و تعرض از پایین با یه جمهوری اسلامی ضعیف‌تری روبرو خواهیم شد. به موضوع برنامه‌مون برگردیم و اینکه در جریان این اعتراضات تا همین مدت کم ما شاهد دستگیری و پرونده سازی برای فعالین کارگری، معلمان و دیگر اقشار فرودست جامعه بودیم و خصوصا در چند روز گذشته موج اخیر دستگیری معلمان رو شاهد بودیم. شما فکر میکنید این سرکوب، این خفقان، این دستگیری ها چه تأثیری در روند مبارزات میتونه داشته باشه؟ فکر میکنم تا اونجایی که به سوال برگرده این که تأثیر داشته باشه روی روند مبارزات معلمان تا همین لحظه نشون داده که نتیجه معکوس بوده. یعنی مثلا توی دوره‌ای که همین چند روز پیش اگه نگاه کرده باشید به دنبال فراخوان انجمن شورای به اساس صنفی فرهنگیان، قبل از اعتراضات جمهوری اسلامی طبق معمول تلاش کرد رهبران و شخصیت‌های مختلف و مخصوصا توی کردستان بیشتر از 20-22 نفر رو قبل از اعتراضات و در نهایت بیشتر از 40 نفر رو قبل و بعد از اعتراض دستگیر میکنه. ولی نتیجه که جمهوری اسلامی میگیره اعتراضات وسیع‌تر، به حساب میدون اومدن طیف‌های مختلف وسیع‌تری از معلمان بوده. تجربه نشون داده تو این دوره مخصوصا بعد سال 96 و 98 این اوضاع به نسبت جامعه، به نسبت تعرض، به نسبت اینکه اعتماد به نفس جامعه بالا رفته، از حاکمیت پلیسی نمیترسه، سرکوب تأثیری روی اینکه بتونه حتی برای دوره‌ای مردم به خونه بفرسته نتیجه معکوسی داده. به همین دوره هم اگه نگاه کرده باشید برای معلمان، برای طبقه کارگر، برای اقشار مختلف جامعه همینطوری بوده. با هر درجه، با هر دستگیری، با هر تک نفر که دستگیر کرده ده‌ها و صدها نفر به میدون اومدن و رهبران و شخصیت‌های دیگه‌ای به میدون اومدن و نمایندگی کردن اعتراض معلمان و اعتراض بازنشستگان و اعتراض کارگران و اعتراض اقشار مختلف جامعه رو نمایندگی کردن. من فکر میکنم که هر درجه از سرکوب، هر درجه از تعرض جمهوری اسلامی تو دورای اخیر به معنای تعرض بیشتر از طرف پایین جامعه، از طرف اقشار مختلف جامعه، از طرف معلمان و سازمان یافتگی بیشتر و روز رهبران جدیدی بوده که عملا برای جمهوری اسلامی به معضلی تبدیل شده. تو دوره اخیر اگه یادتون باشه حداقل یکی دو ماه پیش بود بخش بزرگی از رهبران اصلی معلمان رو دستگیر میکنه. برنامه داشته که حداقل یعنی تنها راه جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه یعنی تنها جواب جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه موقعیت خودش رو در تقابل با پایین جامعه، در تقابل با اعتراضی که توی جامعه وجود داره، بهبود ببخشه، تنها دستگیری، زندان و ایجاد ارعاب که نتیجهش برعکس شد. تو دوره گذشته رهبران مشخصی رو از معلمان گرفت، ولی اگه نگاه کرده باشید تو این دوره اعتراضات معلمان وسیع‌تر شده، سازمان یافتگیش بیشتر شده، رابطهش با انجمن‌ها و به اصطلاح
پایین خودش بیشتر شده و این مختص تنها به معلمان نبوده، توی طبقه کارگر اینطوری بوده، توی هفت‌تپه و توی جنوب و توی فولاد خوزستان و پتروشیمه ها را اگه نگاه کنید هر دوره که تعرض کرده متعاقبش بخش دیگری از رهبرانی که یاد گرفتن که سرکوب و دور بزن، یاد گرفتن که مقاومت و سازمان بدن و یاد گرفتن که چطوری اعتراض و اعتصاب و ادامه کاریشو مسجل بکنن. مشخصه اصلی اعتراضات توی این دوره نترس بودن، باجرباز بودن و اعتماد به نفسیه که در پی هر سرکوبی بیشتر میشه، در پی هر تعرضی از طرف جمهوری اسلامی و حاکمیتی که میخواد حکومت خودش رو بسه برای دوره دیگه مسجل بکنه، در تقابلش یه قدرت عظیمی از پایین، یه قدرت سازمانی یافته از اتکاب شورا، اتکاب خرد جمعی و یه قدرتی که عملا دخالت مستقیم اقشار مختلف جامعه رو توی سازمان‌های مختلفی داره سازمان میده و این شاخصه و این مشخصه اصلی این اعتراضات است که جمهوری اسلامی و زمین گیر کرده در سرکوب، جمهوری اسلامی و دوچار بحران عمیق کرده برای حاکمیت، جمهوری اسلامی و دوچار وسای سردرگمی و یه دست پاچگی کرده که نمیتونه، با اینکه سرکوب میکنه، با اینکه تعرض میکنه و در تقابلش با یه موج عظیمی از نفرت، یه موج عظیمی از اعتراض و اعتصاب سازمان داده میشه که فکر میکنم اینو اگه نگاه کرده باشید، با اینکه بسا ما گفتیم در رأسش یه طبقه کارگر، یه پرچم سوسیالیستی و یه خاص مطالبه دیست چپی وجود داره، شانس برای ما، شانس برای کمونیستا و شانس برای اینکه جمهوری اسلامی و سرنگون کرد و با یه آلترناتیو شورایی که بشه طبقه کارگر در رأسش قرار بشه، کنگره سراسر شوراها رو سازمان داد، بشه یه حزب کمونیستی با آلترناتیو مشخصی که داره از بزنگاه‌های مختلف و از بزنگاه‌های بسیار سختی که در جریان، در تقابل با راست جامعه، در تقابل با جمهوری اسلامی اینا رو رد می‌کنه. من فکر می‌کنم این شانس برای ما، برای کمونیست، برای کمونیست‌ها و برای سوسیالیسم جامعه بیشتر و بیشتر شد. سعد حسینی از رهبری حزب حکمتی است. بسیار ممنون از اینکه دعوت ما رو به این برنامه قبول کردین. به این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. برنامه‌های نینا علاوه بر شبکه‌های اجتماعی از شبکه تلویزیونی کانال یک هم پخش میشه. همچنین برنامه‌های نینا رو میتونید از طریق رادیو روی طول موج کوتاه نیز بشنوید. نینا رو ببینید، بشنوید و به دوستان و آشناهای خود معرفی کنید. مرسی. خسته نباشید.